توی پس منو پیدا کن. سلام و درود خدا بر شما باد. امروز اومدیم با یک مهمان کاملا ویژه، سلاطین تریت های نامنظم، داستان های واقعنی و تریت های حرفه‌ای، آقا آرمان تئوز. حتما پکیج هامو بخرید، مرسی. و آره، یک شخصی رو آوردی تو ویدئوت مهدی که هیچی از فوتبال بلد نیست، هیچی، صفر. یعنی قشنگ آوردی منو به بازونی، نه ضعیف کشی کنی. از هوش خودت استفاده بکن اینجا. من توی این ویدیو چهار تا نیمه ما یعنی میریم جلو. توی چهار نیمه من یک بازیکن میشم که شما باید اون بازیکن رو پیدا بکنی توی بازی، و فقط هم 45 دقیقه وقت داره. یعنی 45 دقیقه یعنی یک نیمه فوتبالی. دو تا گیم کامل میریم دیگه، نه؟ آفرین. و شما حدس بزنید اگر که بتونی هر چهار تا بازیکنی که من میشم و درست حدس بزنی، 1,000,000 شما جایزه میگیری. اوه پشوام بابا، بنازم حل آقا، بریم. الان که داری این ویدیو رو میبینی، به احتمال خیلی زیاد توی کانال آرمان هم یه دونه ویدیو گذاشته شده، اگه نداشته شده میذاره. آره اگه نشده باشه به زودی میاد. خب آقای آرمان خان، ما انگلیس رو برداشتیم. از بازیکن انگلیس کدومش رو میشناسی؟ ببین از من هری مگوایر رو فقط میشناسم. آها فکرم اون بالایی هری مگوایر، اون هری کینه. خب از امیدی نیستش. میریم تو بازی. نه هیچ چیزی نمیزنم تو بازی. شما فقط مثلا بگی آقا اینه یا اونه، مشکل نداره. من دوباره میام ترکیب رو باید نشون میدم، بعد تو میتونی بگی کدومشون رو میگی. مثلا شماره هاشون هم پشت لباسشون زده. آره اینا آره. شما الان اینجا رو نگاه نکن، من میخوام یه بازیکن بگیرم. خیلی خوب دوستان، آقای آرمان تئوز کدومو بگیریم بهش رحم کنیم؟ من یه نفر رو برمیدارم، میدونم اشکال نداره. آقا من میخوام سخت‌ترین بازیکن ممکن رو بردارم. اگر که تونست این بازیکنی که من برداشتم رو حدس بزنه، یعنی اینکه واقعا این کار است. الان نه همونجوری در همون حالت باشه. چیکار است؟ خدا وکیلی من. حالا به چرخ بازی شروع شد. خیلی باید توجه کنی. از مهمانانی که از مهمان شروع شد، از مهمانانی که پیش ما تشریف آوردن، فقط یک نفر تونستش همه بازیکن‌ها رو تشخیص بده. آقا همین جیمستر اومدن گفتن من همه رو تشخیص میدم، یه دونه گفتن از چهار تا. آها من توقع داری حمیدی که اون همه فوتبال بازی میکنه تشخیص یه دونه داده؟ من صفرم. سهیل همه رو گفت پشمام. سهیل همه رو گفت، خیلی کمکش کردم. الان به نظر شما شکت رو کدوم بازی کنم؟ ببین به نظرت کدوم بازی کنم من میتونم باشم؟ من انگلستان شکم. ای وای داشت گل میشد. ببین آها، اینی که گفت انگلستان، من اسم کنم تو حمله ای، یا هم که این دفاعی که داری الان باش دعوا بکنی، یه تکل برو بفهمم توی. آها اینجوری پا اوکی. چرا سکوت کردی؟ یا دفاع یا نکه حمله است. یادم تو مادر بزنی اینجا شماره 17، یا این دفاع موبور اون بالا وایستاده داره نگاه میکنه. بابا چه گلی زدیم. چرا وایستاده داره نگاه میکنه اون دفاع اونجا؟ وای حاجی خیلی استرسیه، و اینکه حتما باید تو مثل چی شده؟ درست حد زدم، استرس گرفتی. ویدیوهای واقعی درست میکنه، با اون حالت میره تره میکنه، نتیجه میگیره، معلومه درست باید حد زدنه. شده بزنید دوستان. بابا چقدر زیبا ما گل دوم هم زدیم، و آرمان هنوز متوجه نشده که ما چقدر زیبا داریم هی پشت سر هم گل میزنیم. دلیلش چیه؟ بازیکن شماره 3. شماره 3 چه رنگه موهاش؟ بوره. دفاع چپ میشه یا راست میشه؟ چپ میشه. دفاع چپ. نه اینا قاطی کردم. آجی شماره لباسش عوض شد، اسم کنم. جالب شد. همین بازیکن شماره 3. میچه من تمرکز نکنیم. همین شماره 3. من میگم حالا بقیه رو نگاه میکنم. 3 رو داشته باشیم. ببینیم بقیه کار. 35 بازی هستیم و شما فقط 10 دقیقه تا پایان این رقابت فرصت داری شما. وای. خوب خدا رو شکر.
نه نیست یک یا نه نه نیست. خب دوست عزیز بازی تمام شد. وای از دست تو. ببین شماره 3 که میگفتی اینه شماره 3. آره همین هست. این شماره 3 است. خب بین 82 83 82 بالا بوکایو اسمش آره بوکایو ساکا بوکایو بین بوکایو 89 هری آی کل بالا اون وسط هریکین آره هریکین و لوک شاو. خیلی خوب اون چیز نیست اون بوکایا نیست ساکا. خب حالا ببین دقیقا این دوتایی که شک داشتم ولی لوک من لوکو میگم همین شماره 3 خدا همین باش دیگه رندوم حد سلام همین شماره 3 دیگه آره همین دیگه همین آخری صد درست گفتی اوچی پش بابا what the fuck پش بابا آقا برازم آره کلا تا الان شما 100,000 بازی اول 100,000 تومن شما 100,000 تومن بردی بازی دوم 200 تومن همینجوری تساویه اوچی چه فوتبالی فارسی کلا دیگه حالا پارتی بازیه خیلی خوب فرانسه و پرتغال بازی دوم فرانسه مای او امباپه فرانسه اوکی خب من امباپه رو فقط میشناسم امباپه رو میشناسه من فقط امباپه رو میشناسم دیگه بقیه نمیشناسم دمبله نه دمبله نمیشناسی نه این دمبله رو نمیشناسم من حرفی ندارم ترکیب همینه دیگه نگاه کن دمبله حالا خیلی هم مهم نیست بدونی کی ایبرا نه نگاه باید بکنی ببینی کیو میبینی که برعکس بقیه داره حرکت میکنه به دروازه‌بان بر نداری یا هر کار میکنه دروازه‌بان من خیلی خوب دوستان بسیار وضعیت سخت شد من فکر نمیکردم این بازیکن رو تشخیص بده آقای آرما به نظرم ما بریم سراغ کسی که نباید بشیم ولی بشی بیاد گولو میخوره خوری دقیقه سی آی آمران خان تمرکز شدید کرده روی دروازه یه تمرکزی کردم یکی اومد زیر دستم همین الان امباپه نیست احیانا امباپه میتونه باش یه نفس داد بیره امباپه میتونه باش عیزم امباپه نوکه نمیاد دفاعی خسته نباشی اون کله سفیده چرا یه اوی تکون خورد انقدر سری؟ نامنظم رفت چرا سکوت کردی؟ آقا چه کار داری تو؟ گیر داده به سکوت ما کدوم امباپس از این دوتا؟ وسطی وسطی امباپس خب بازی سخت شد آفساید؟ خدا اگه این دست رو حدس نزنی من دیگه با شما کاری ندارم دوست دارم چرا؟ این سفیده این دست رو حدس بزنی این سفیده مگه دفاع نبا چی رو مده خد چلو بابا این همین جیمسته رو ما آورده بودیم هی حرف میزد ما سمین هی باخت شما حرف نمیزنی مثل اینکه این ببینیم بوده حواسش هم همش تو دوربین اینجوری حرف میزده حتما چون کلا حمید عادت داره که زر زیادی بزنه معمولا همونه یه دونه حد زده من یه دونه همین الان کی زد؟ نه این نبود آقا پنالتیه یا پنارتی؟ پنالتی دوست زدی پنارتی و ایرانی ها میکرد یه هیچی همین الان مثلا سوال میشد مثلا آقای داچلی منصوریان یکی از ایرانی ها میگن واسه ما باید توی این بازی 28 تا پنالتی میگرفت و من موندم مثلا 28 تا چجوری میکنم ببین این 10 امباپس من سو کنم امباپس هد و بد زد تمام وای واه. وای چرا این حرف نمیزده سه تا حد کله سفیده ام اف بود کله سفیده یا آره دیگه وسط بود اون دوتای دیگه خیلی اینه که این وسط بود ام اف ایشون بود آها شماره هی 15 این یکی این بین این دوتا سفیده و امباپه بین دوتا سفیدها و امباپه کدوم سفیدها اینم سفیده اینم سفیده آقا کلش سفیده دیم هرچی ریسیستی بود من گفتم تو این گیم کدوم حس کنم من ایشون رو حس میکنم شما برو روی ساده ترین رو حس میکنی آقا نوردی بین دو تا گذی رو حس بکنین ببین ده بی سی چل میکنم ده بی سی چل پنج نوت صد امباپه 100% امباپه امباپه 100% امباپه فکر میکنم امباپه باشه دیگه حالا آقا بزن امباپه رو بزن نگاه نمیکنم بعد اصلا او پچو الان میخواستم بگم اون درصد که شاید میدونستی فقط من یه دونه بازی کنم میشناسم امباپه هست همونو برداشتی داره دویسی چلم میکنه درست گفت پشوام بگی میچه بابا من امیدم به رونالدوه من ما بعد رونالدو رو بگیریم واسه اونا آرژانتین رو میگیریم شما مسی فن یا رونالدو فنی من رونالد... من آره مسی فنه
رونالدو. نه من رونالدو شخصیتی شخصیتی رونالدو رو دوست دارم، ولی چون با پرستیژ دیگه همه دوستش دارم. نگاه نکن من برام بازیکن خب بردارم، دست از سرمو بردار، این یکی رو دیگه حدس نزن. اصلا واقعا الان دیگه نمیدونم من کیو بردارم که این حدس نزنه. اصلا درمو مردیه دروازه با برداری. بفرمایید. بازی شروع میشه به وقت پرتغال. من بسیار باید تمرکز بکنم که آرمان بازی سوم واقعا حدس نزنه، نمیدونم چجوری و حاجی چرا من ای خدا شد تو قاطی همینا باید یکی باشه. گفتم رونالدو دوست داره یه گل بزنیم باهاش. آها یعنی رونالدوی. آره من رونالدو هم دارم اعتراف میکنم دوست. آها چهار بار شاید نتونی حدس بزنی ولی من رونالدو هم. آقا من حس میکنم دارم تارگت هایی میزنم. حالا خیلی این اصلا مطمئن چی بوده؟ ما خیلی مطمئن نیستم و مطمئن تر شم، باید استنادم بیشتر شه. بازی خیلی داره حدس میزنه، این پلیس گیزانی چیزی بوده. بازیکن شماره 4 چرا اینجوری وایساده بود داشت نگاه میکرد؟ یه تکل زیر پاش شد نرفت. یه دست وایس شماره 4 ببینم. اسکول من فکرم آفسایده، چرا وایساد نگاش کرد؟ بازی واقعا گل خوردیم. تا دقیقه 30 جنبندی میکنیم، بعدش بین اونها یه روشون فوکس میکنیم. آقا من دارم به شما میگم من رونالدو ام، شما چرا دست ور نمیداری؟ نه خیر آقا. بفهم من مثلا رونالدو خراب کرد، من میتونم رونالدو باشم. ببین اینا همش به خاطر میدونی چیه؟ به خاطر اینه که من خیلی بیام تو فوتبال کنفیکون میکنم، سر هم نمیام. خب چرا؟ چون حتی اسم من اومد تو چی جزیرت بود اول شدم زیدان رونالدو را آورده بود. یا وای اصلا من فکر نمی کردم، اصلا من فکر نمی کردم تو این تیم میگه چیدی بیاد. من خودم هم فکرشو نمی کردم واقعا. آش وای خیلی خیلی تلاش کردم حواسشو پرت کنم، خیلی تلاش کردم. نباید اینو حدس بزنی واقعا، اینجا نباید حدس بزنی دیگه، چون هر چی تلاش کردم واقعا دیگه تهش تلاشمه. اونی که اونجا کورنر آفساید اسمش چی میگه؟ کورنر میگه آفساید، میگه چی میگه؟ توپ رفت بیرون، همونی که خراب کرد جلو دروازه. آره 88 بود این بود این 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 بود نه این که آره این بود، اون یکی هم که اونجا توپو نگرفت 88 بود، چون 84 اون لنگی نبود. نه 88 بود فکر کنم. اینو داری میگی؟ آره. خب شما یعنی تارگتت بین ایشون و ایشونه؟ آره یکیش هست کنیم اون یکیش هست. خب نه سه تا بعد دیگه مثلا میتونی اینم بگی. کدوم؟ دوباره یه دونه رو بگم. رونالدوی که خودت گفتی، رونالدو رو حذف کنش کنیم. رونالدو رو حذف کنیم. خب رونالدو رو حذف میکنم. من از کنم اونجا که تو دروازه. دوست عزیز من واسه شما رونال همه بازیکنها رو حذف کردم، اون دوتا مونده، نه تا بازیکن حذف کردم من. خب بابا اصلا کی گفته بین این دوتا؟ من حذف من حالا همین جوری دارم میگم، شاید من دارم تو رو گمراه میکنم، تو باید فکر کنی. اون فن لاک پشت رو باید اینجا بزنیم. منم دارم میگم، میگم که کجا معلوم بین همین دوتا باشه. من اون زمانم بین اون چند تا حدس زدم، بین حدسیات خودم میزدم، شاید اصلا بین اونا نبود. اون 88 یه جا توپو زد، میگیم حالا شاید نرسیده بزنیم، اما از اون خیلی زایه بود که دم دروازه توپو نگرفت بازیکن، یعنی وایسا نگاش کرد دوید سمتش ولی یه پا اینجوری نکرد بگیره یا یه تکل حتی. اونم میتونه باشه. من 7 تا خیلی بیشتر هستم. این یعنی؟ بله. یعنی شما میگی دفاع وسط مایل به چپه؟ بله. خب الان این دفاع وسط مایل به چپه. آقا درست گفت دیگه. حالا نمیشه که او اصلا اون صحنه رو من تو مربع رو زدم، یارو چی با دفع کنه اسکول خودش دفع نکرد. خنگ آقایون بذاریم ما برزیل رو برداریم، بذاریم ما برزیل رو برداریم. برزیل رو ور میدارم مقابل استقلال. رونالدو و سردار آزمون واسه استقلال تو ترکیب، ترکیب علیگریزی رو برداشتم مقابل خودم. خب آقا این برزیل کیا داره؟ نیمارش کو برزیل؟ از بین اینا شما فقط فکر کنم نیمار رو میشناسی که ایشون نه. نیمار چرا نوک حمله نیست دیگه؟ چون من خودم دوست داشتم بذارمش اینجا. آها من فکر کنم بازیش ضعیف شده. خیلی خوب دوستان ترکیب اینجوری شد. خب آلیسون بکنم تو دروازه است، ما میریم دروازه‌بانو بگیریم. خب آرمان خان شما نگاه نکن دوستان عزیز، من واقعا نمیدونم جدی چیکار باید بکنم و الان میخوام شل کنم تو بازی آخر دیگه، بذار ببره. آقا یه بازیکنی رو انتخاب کردم که کلا توی فوتبال پستش به عنوان یه بازیکنی شناخته میشه که اصلا تو دید نیست. حالا من کمر دردم وای میستم، یعنی یه خورده کمرم دیسک کمرم در. خب بازی شروع شد.
این چه دستشو داره میبره بالا؟ آقا بیا شما این بازیو حدس نزن، من به شما یه تومن رو میدم. دست از سر کچل من بردار. ببین به این نکته توجه کن که چرا من استقلال رو مقابلمون برداشتم، چرا تیم ضعیفتری رو مقابلمون گرفتم. که همش بری تو حمله دروازه بانو نبینیم. Let's go. دروازه‌بانه تموم شد. دروازه‌بانه همه جی مستر سه بار گفت دروازه‌بان، من سه بارش هم دروازه‌بان نبودم. حدس دیگری آجی، یعنی خدا وکیلی اگه این بازی رو حدس بزنم من یعنی خیلی نوبم، جدی دارم میگم. من هیچی نمیگم ولی آخرش یک اسمو میارم همونو صد میگم میبندم تموم شد بره. همه تلاش تو بکن. مگه میشه اصلا؟ همه تلاش تو بکن. همچین گزینه ای نداشتیم تو ویدئوی کلاب. بعدش هم بهت رازشو میگم و باعث میشم که نفرات بعدی دیگه از این طریق من وین نگیرن و باعث برای اونا سخت شد. سوهل سلوان به ما یه چیزی گفت، ما داریم همون رو رعایت میکنیم و همون داره بد میکنه کارو. چی گفته به؟ گفتش که مثلا خیلی کمک نکن آقا، یا چه میدونم یه همچین حالتی. من همون کار رو نمی کنم و داریم صدمه میبینیم ما. آجی من دارم از استرس پاره میشم، من خودم بازی کنم خودم رو نگاه نمی کنم. خب تم شد بازی. ببین اصلا چرا این تو نیست الان بازی کنه؟ خدا رو شکر خدای شد. ببین بازی کنه شماره 15 بود. این رو درست حدس نزنه من کل محل رو آش میدم. ببین بازی کنه شماره 15 الان تو اینا کدوم میشه؟ اصلا من اصلا درست حدسش زدم من دوم نیستش کیه درست. ببینیم بور بود طرف، خب لباسش هم بیا با من راه بیا اینجا تو اینا پونزن نیست بگون اینجا رو از قصد بگو نیمار بوده، ما اینجا رو کات میکنیم. بچه ها نمیبینن و من برنده میشم. دفاع سمت راست وسطم باتم سیاه سفید موسیاه نبود که دفاع سمت چپی بگیم، در نتیجه فکر کنم میشه پدرو که سمت راسته، ولی آخه اون وسط بود. دوست پدرو را بردی وسط یه بازی کنو وقتی من میگیرم میتونم ببرمش هر جای زمین. اینجا رو کمکت میکنم، پدرو رو حس میکنم، فقط پدرو رو حس میکنم. مگه که تو بازی موهاشون رنگ کرده باشه، مثلا اون شماره 87 موش رنگ کرده باشه، چون جای اون 87 بود. رافینیار حس میکنم. What the fuck حاجی، یکم ببین اصلا از مو بیا بیرون، یکم از هوشت استفاده کن. ببین سفید پوست بود دیگه، اگه اون دوتا باشد که روشن مایل به روشن ناشن و این مارکی نیوش اونه دیگه. مارکی نیوش حذف، نفر بعدی رو بگو. بابا what the fuck الکس دیگه، الکس خدایا مگه میشه؟ الکس نبود دوست عزیز، من نمیدونم واقعا چجوری به تو بفهمونم. تو خودت داری میگی چی؟ داری میگی میدرخشید. خب شما یه ذره فکر نمی کنی که گواردیولا یا حالا هر فرد کچل دیگه ای مثل ایشون که زیر آفتاب قرار بگیره چجوری میشه؟ چه شکلی میشه؟ پشمام، یعنی گفتم جاش اونجا، برو تو گیم. بابا اینا ها زیر آفتاب اینو نگاه کن، اینا کن اینا نگو زیر آفتاب. خب بابا نگاه چوندو. خب نه میدونی بس چیه، بس بده چیه، بس اینه که من فقط به عددش دقت کنم، فقط کله ای که تو نور آفتاب اینجوری میافته. خب نه نگاه کردم ببینم کچله، من گفتم خدا نه دقت کردم ببینم کچله، گفتم بر حسب عدد میپرسه دیگه. ولی درست حد زدم، ما 1,000,000 تقدیم به ایشون میکنیم. آقا بهشون اذیتش میگم، قربونتون برم من، اذیتش کردم آقا، دم شما گرم شما اومدین. میدونی از کجا میفهمیدم؟ تازه سعی کردم بهت نگم که میفهمم که برطرف نکنه هر چهار تا رو بزنم، از اینی که وسط گیم یهو بیکار وای میستی. بابا پلیری من فقط وای میستم یا اینجوری راه میرم. نه ببین مثلا خیلی آروم راه میرم. امباپه رو میدونی من چی جوری فهمیدم؟ رفت تو ریپلی دیدم اون سر زمین وایستاده. ممنون از این که حضور پیدا کردی آقای آرمان خان، تشکر میکنیم از شما. آرمان شما برم دست شما را نکنه با این کمردت حضور کرافتی ما بسیار واسمون ارزشمنده. قربون شما برم. من قبلی که بیام اینجا ویدئوی حمیدم دیدم حقیقتا و ای خدا مگه ببین و آره اصلا باورتون نمیشه ویدیو که تموم شده داره میگه من ویدیو ادیتورت زوم میکرد رو پلیر تو و میدیدم تو ثابت وایسادی یه جایی بقیه دارن بازی میکنن و از همونجا فهمیدم که هر کی که وایسته تویی، از هر کی که وایسته تویی. مرسی از ادیتور عزیزتون، پول از ادیتورت بگیر بده به من. آقا حرفی سخنی با ویورا، دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودین. اگه خواستین چالش های دیگه بریم
و اگه جایزه‌اش بیشتر باشه بیشتر بیان بیشتر پول بگیریم ازتون روز به روز، درآمد یوتیوب رو تقسیم کنیم با هم دیگه، چه کاریه یا اول. آره مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. آقا دم شما گرم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه دوتا ویدیو دیگه و بچهای دیگه هم ساختیم حتما اونا رو ببینید. دمتون گرم. خدا نگهدار.